درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و علاقمندان برنامه آقای دکتر ودیعی. از همه مهر و محبت شما نازنینان نهایت سپاس رو دارم. عرض میکنم که امروز هم 22 روز است از 8 ماه در 14 سال از 3 هزاره و به هر حال ما هفته گذشته محروم بودیم از حضور آقای دکتر ودیعی. این هفته ازشون خواهش کردیم که اگه ممکنه قدری جبران موافات بکنن و برای ما مفصلتر این هفته صحبت بکنن. من فکر میکنم که مهمترین موضوعی که میشه الان راجع به حرف زد این وضعیت ایران است و این وضعیت استیضاح و اینکه چرا این وزیر میره، چرا این کارا رو میکنن، اصولاً در اون پشت چه میگذره. من همطوری که میدونید تحلیل خودم رو گفتم و به عرضت رسوندم. اجازه بدید که بریم سراغ دکتر ودیعی و نظر ایشون رو بپرسیم به طور جامع که به راستی این اتفاقات در این مقطع خاص چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه. اجازه بدید که وقت رو بیش از این ضایع نکنم. از طرف خودم و شما خوبان و علاقمندان با طرح این پرسش بریم خدمت آقای دکتر ودیعی. آقای دکتر، من به شما سلام میکنم. سلام به آقای بهبهانی عزیز، سلام به دوستان گرامی و شنوندگان محترم. عرض کنم که صورت مسئله این است که دولتی در ایران استیضاح شده، یه وزیری وزیر مجلس عزل شده، اونم دولتی که دولت اعتدال هست، دولتی که با یک حرارت غیر عادی از انتخابات سربلند بیرون آمده بود و فکر می‌کردند که این دولت قربت بسیار داره. در مجلس نه فقط به وزیر مربوط ایراد گرفتند، 145 نفر از 110 نفر، 145 نفر مخالف و 110 نفر موافق ایشان، نه فقط به وزیر مربوط بلکه به شخصیت دولت و رفتار و موضع فکریش در قبال خارجی یعنی امریکا ایراد بسیار گرفتن. هیچ کس فکر کرد یک دولتی که با این همه خوشبینی سر کار آمده با امریکا مشغول مذاکره هست و دولتی که خودش دولتی کلید میدونه، یعنی تمام مشکلات رو که مثل قفل بسته شده کلیدش دست منه، باید ببینیم که این تضعیف دولت ریشه در کجا داره. اشکال از دولته، تشکیل ریاست جمهور اشتباهه، اشکال از محافظه‌کارانه، اشکال از رهبره، اشکال از چیست؟ روحانی در آخرین اجلاس کنفرانس داووس گفت نظام ایران یک نظام دموکراسی تعمیقی است،
یعنی فقط دموکراسی است، دموکراسی است که در اون مملکت نشسته. این پیام آور اعتدال. اخیراً رفقای مخالف خودش رو مزدل سیاسی لقب داد، اما استیضاح شد. مخالفان ماها بود روش کار میکردن، وزیر با گناه یا بی گناه عزل شد و آیت الله ها به هم گفتن برابر اطلاعات من که از ما نخورده باشی. برای یک دولتی که در حال مذاکره و تعامل هست با خارجی، اونم با یک امریکا، برای دولتی که خودش کلیدار باشی میدونه برای حل مسائل معضلات، برای یک دولتی که میگوید من معتدلم، این ضربه سنگینه. اما از کجا خورد این ضربه رو؟ از رهبر معلوم نیست، از سپاه معلوم نیست، از خبرگان معلوم نیست. هیچ کدام این محافل و قدرت ها رو نمیشه تکذیب کرد، نمیشه تا تعیین تایید کرد. این اتهامات ریشه در یک نوع آسان‌بینی نظام و نقش رهبر و اساسا ذات این نظام است، از سوی رؤسای جمهور و نخست‌وزیرهای سابق. روحانی باهای تشخیص نادرست خودش رو داره میده، برای که از آغاز وقتی که مبارزه انتخاباتی میکرد فرض میکرد که یه نظام بنایی، یه نظام دموکراتیکه، اونم از نوع عمیقش. فرض میکرد که کلید تمام مشکلات رو در دست داره، بنابراین حسابش درست از آب در نیومد. برگردیم به گذشته، از دولت موقت بازرگان تا دوره موسوی که نخست وزیر پنج ساله بود، از دولت جمهوری رئیس جمهور قصبی، از رجایی گرفته تا آقای رفسنجانی، تا آقای خاتمی و احمد نژاد، میبینیم که تمام اینا در سمت رئیس قوه مجریه، چه نخست وزیر باشد چه رئیس جمهور، انجام وظیفه کردن و فرضشون این بوده که ما با رأی مردم به این مقام رسیدیم برای اجرای این برنامه. چه اونایی که در خدمت امام بودن، چه اونهایی که در خدمت رهبر قرار گرفتند، فکر کردند که اثر ایمانی به مبارزه رفتن و فکر کردند که می اینجا آمدن برای که برنامه ری که به مردم ارائه دادن نیچه ها کنند. در حقیقت اینها ندیدند که در قانون اساسی چه ذاتی داره، یعنی قرائت صحیح از قانون اساسی نکردن، چون در قانون اساسی ایران هیچ جا نوشته نشده که قوای مملکت برآمد از ملت است. یعنی درست متوجه نشده که این نظام نظامی نیست که رئیس جمهور بیاید و برنامه داشته باشه و رأی بگیره. روحانی فراست لفظی، آمادگی ذهن برای بازی با کلمه زیاد داشت و داره، ولی چنان شیفته این فکره که نظام قفل کلیده بشه دستور، در حالی که نظام قفل نیست. رهبر برای خودش یک دولت در سایه داره به مدد مشاورین بسیار خوب‌سرد
از جنس ولایتی که در سیاست خارجی دست امریکا رو در منطقه خونده. چند پیش جلسه تشکیل دادن در با حضور دیپلمات ها، وزیر خارجه نشسته، دیپلمات ها نشستن، نطقی رو رهبر کرد در اونجا خطاب ایها که با امریکایی ها و با اسرائیل تعامل فایده ای نداره. بله، در مورد امریکا در مواردی میشه چیز کرد و خطاب میکنه به وزیر خارجه، میگه شما خیال نکنید اگر با اینا نشست و برخاست بکنید، حرف بزنید، دشمنشون به ما کم میشه. تحنی میزنه به آقای ظریف که خودش خیلی امریکایی نشون داد از اول. بنابراین این که رهبر تکلیف تعیین میکنه در یه اجتماعی از دیپلمات ها و وزیر خارجی که چی نمیگه، فقط میدونیم که بعد رفت خدمت سید حسن خمینی و سید حسن خمینی به اون گفت که به این حدیث و روایت و قصه ها اعتنا نکنید. سید حسن خمینی یادگار امام در قانون اساسی در سیستم نظام هیچ قدرت اجرایی نداره، نگهبان مقبره است. نظام هیچ وقت نگفته، ولی حقیقتشون چیزی که سر زبون آیت الله های زبل هست، به نامزدا میگوید برو اگه مردم قبولت کردن بیا تا ما به تو بگیم چه بکن و چه نکن. همیشه اینطوری بوده. نظام قدرتش در بیرون دولته، نظام قدرتش در جایی است که اختیارات رئیس جمهور اونجا تماس نمیگیره، لمس نمیکنه. وقتی کسی بگوید مثل حضرت امام خمینی که گفت جنگ علیه امریکا تا ابد، این حرف توی انقلاب خریدار بسیار داشت، ولی در قالب یه استراتژی عملی سیاسی دیپلماتیک نمی گنجه. یعنی یک دستور شرعی و از جمله واجبات هست. روحانی فرض کرد از دروازه انقلاب وارد گود میشه، از پنجره انتخابات وارد حریم ریاست جمهوری میشه و فرض کرد که سطر اصلاح طلبان در خرجین قدرت اجرایی هستن دنبالشن، پس حمله کرد به محافظه‌کاران و گفت شما ها بزدل سیاسی هستید، تعامل حراسید از هر نوع مذاکره می ترسید، در صورت خب برید بترسید، برید تقریبا خب برید گم شید. ولی روحانی فکر می کرد که دست این محافظه‌کاران با انتخابات با این شعارهای آزادی گرایی که دادیم بسته، در حالی که دست اینا بسته نبود. اونجایی که اشتباه عظیم آقای روحانی هست که باور کرد دفع بلای تحریمات جز به دست شخص ایشون گشوده نمیشه، و دیدیم که در تمام موارد، در فاز اول که گذشت دیدیم در تمام موارد امور مربوط به پنج به اضافه یک رو از دولت گرفتن دادن به شورای امنیت ملی و مشاور خاص رهبر در زمینه امور خارجی آقای ولایتی. دولت الان در هچن استیزان و به قول خودشون یک کمیته درست شده که ببینن چطور شده که به رئیس جمهور از رئیس جمهور حد که حرمت شده.
ساده لوحی آقای روحانی قبل از استیضاح شروع کرد از فضل و دانش وزیر علوم دفاع کردن، مثل این که شما بگید که چون فلانه چهار تا دیپلم داره پس وزیر خوبی هم هست. سیاست ضابطش دیپلم نیست. اون وقتا قبل از انقلاب یک شوخی رست بود، به شوخی جدی میگفتن که برای وکیل شدن خواندن و نوشتن کافیست، ولی برای وزیر شدن این شرط هم وجود نداره. این که ایشان بگوید تحصیلات عالی کرده، دیپلم متعدد داره، برن اصلا به گوش سیاست و سیاست فرو نمیره. نتیجه شد که نه فقط کمک کرد به مخالفین که زودتری وزیر رو بذارن، بلکه بحث مجلس رو کشوندن به دیپلمی که عیناً در زمان آقای احمدی نژاد هم شد، به دیپلمی که ایشون داره. و این سبکی حیثیتی برای آقای روحانی نمیداره. اون آیت الله رو یاد بیارید که چند پیش گفته تو کجا درس خوندی، در قم یا در لندن؟ روحانی ندید که این حرف یعنی بسیج، یعنی آرایش قوا، یعنی دارن میزننش. نه روحانی نه آقای ظریف، هیچ کدام در سیاست مردان فروتنی نیستن. اولی خودشو کلید میزنه، دومی هم راه داد به دوستان روزنامه‌نگارش که بهش میگه تو امیر کبیری. اینها به خودشیفتگیه، اینها ناشی از اینه که تشخیص نادرست داده شده. الان خواهم گفت که این تشخیص کجاست. این به خود شیفتگی آقای ظریف که من امریکا رو میشناسم و یک دو هواپیما اینا میتونه تمام قشون شما رو مرهن کنه، مخالف عرق ملیست و مخصوصا روحیات سپاهه. فرمودات احساس تحقیق کردن، بعضی هاشون جواب دادن، ولی شروع کردن به فرمانده سازی. تشخیص اونجا غلطه که آقای روحانی رهبر رو مساوی کل نظام میدونه و فکر کنه نه فقط ایشان، آقای خاتمی همینطور بود، آقای رفسنجانی هم همینطور، دیگرون همینطور بودن. فکر کنه که اگه رهبر داشته باشه، البته رهبر اختیاراتی داره، ولی کل نظام نیست رهبر، در تشیع راه رو باز گذاشته برای جماعت روحانی که اینجا در مدرسه کبرگار هستن، در تشخیص هستن، در همه جا هستن، راه رو باز گذاشته که هر آیت الله بتونه با فقیه مدیر مملکت در بیافته، نظر خودشو بده. این یکی از ویژگی های این مذهب شیعه است که قدرت قائد رو بتونه نفی کنه با استدلال قرآنی. مثلا آقای رفسنجانی وقتی که صحبت از اعتدال شد، تمام نظام رو اعتدالی دونست و اخیرا گفت اعتدال ریشه قرآنی دارد. و شما میدونید که آیات قرآنی دو دسته هستند، آیات مکی که در مکه نازل شده خیلی نرم و مردم نوازه، و آیات مدنی که جنگجویانه است و بشمارید کلمه اقتل وری بکشید و در اونجا چطوری ممکنه اعتدال در ریشه قرآنی داشته باشه؟ ولی لازم بود چنین حرفی زده بشه که حریم روحانی قدری محترم شمرده بشه. ولی نگاه کنید وقتی که آقای رفسنجانی این رو میگه برای تقویت روحیه روحانی، مشاور نزدیکش
یکی از روشنگران روشنفکران آقای زیبا کلامی که نزدیکان ایشون گله میکنه از روحانی که شما چرا با این لحن حرف زدید مردم رو بزدل سیاسی خوندید، یعنی در حقیقت دفاع میکنه از محافظه کاران. بسیاری از رؤسای جمهور در این نظام فرض کردن که رضایت رهبر همون رضایت کل روحانیون مجلس خبرگان و یا رضایت حوزه ها هم هست. اینا تحت تاثیر اون ضرب‌المثل که کف خدا رو ببین دهو به چاپ بودن. در ایران امروز برای اینکه رئیس جمهور قادر به کار باشه باید ابتدا به کل نظام فکر کنه، نه فقط به کسب رضایت رهبر. اینجاست خیلی ها در داخل خارج خیال میکنن که رهبر همه چیزو میچرخونه. نه، این یک نظام، یه رهبر هم داره و این ها سعی میکنن با هم استقاط داره شوشن، ولی نظام کارو خود شروع کنه. حالا خواهیم بچرا مخالفان اول تعداد شو خیلی کم بود، قطعی از معترفه بود، محافظه‌کارا بودن که بهشون گفتن افراطیون. این های مورهایی بودن که مار شدن به خاطر صحبتهای عملی نشدنی آقای روحانی. اما امروز مخالفی تو مجلس عدد و رقم خودشون نشون دادن. ما اکثریت داریم. اگه تو میگی اعتدال و دموکراسی تعمیقی، ما اکثریت داریم، ما مخالفین تو. بنابراین اون آیت اللهی که گفت شما 500 هزار تا رأی اضافی آورده نمیتونید فکر کنید که همه من بکن با شما موافقن. محافظه کارا در ایران همیشه میگن حل شدن در توافق نامه با امریکا عواقب خوشی برای نظام نداره. احمد نژاد هم یه وقتی میگفت که اگه ما صلح بکنیم با امریکا که چه حرفی نداریم برای زدن. نظام هیچ نسبت افراطی است. نظام این مختلف های اولیه که میگویند بازار دست ماست، انجمن های خیریه دست ماست، رهبر رهبر است، ولایت ولایت، و با امریکا و اون وقتا میگفتن با حزب بحث و امریکا و اسرائیل هم هفته آباد بزنیم. این ها بنیادگرایان هستن که انقلاب رو راه انداختن. نظام اینا شخص نیستن، یه فکره. اینجا اگه با جزیم کنیم نیستیم. یاد نکنید یک شخصه، نه، یا آقای اسلال اورادی بود که جز اینا بود، ولی ضمناً دلش بخواست ثابت کنه که آقای موسویره نباید اینطور رفتار باشون کنه. یک فکره. روحانی یه روزی میگفت که من خوب تحجیب کنید میدم اشتباهات، خب من مجدداً قدرت ملی را به این کشور به کمک شما جواران باز خواهم گرداند و به افراطی‌گری و خودسری پایان خواهم داد، چرا که ما خواهان اجرای قانونیم. کدام قدرت ملی ریش رو صحبت میکنه؟ قدرت ملی انقلاب رو میگه. بنابراین از این دریچه وارد میشه. یه وقتی دیگه گفت من همون راهی را دنبال میکنم که هاشمی و خاتمی رفتند و کیه که ندونم نه راه هاشمی ماسید نه راه خاتمی. و تضاد اونها رو با رهبر هزار بار دیدید شنیدید. این دو مورد رو من گفتم که از ده ها مورد بیرون کشیدم نشون بده که روحانی از نظام تشخیص درستی نداری. نظام رو جای رهبر، رهبر جای نظام میگیره.
تمام کوششش، حتی وقتی در نابسود گفت که رهبر رو فراموش نکنید، تمام کوشش متوجه ارضای خاطر رهبر میتونه. نه، یه نظامه، یه سیستمه، فکرش جاریه، توی اوضاعات درسش میدن، اسمش ولایت فقیهه، بنیادگرند، مفتخر به محافظه کاری هست. تشخیص دادن که اگر افراط و ترغیب دینی نباشه در این مملکت، نظامشون رفتنیست. در موقع انتخابات آقای روحانی اصلا رویایی بود، میگفت که خودت تعجب کنی دیگه چی میگفت. میگفت در کشوری که عدل و اعتدال حاکم است، کسی در زندان باقی نمیماند. این سخن کودکانه است در تمام جهان. امکان نداره چنین جامعه‌ای به وجود بیاد که در زندان کسی نباشه. نه اون زمانی که بقوت خوب معتقد بودیم، نه زمانی که بقوت خوب مذهبی داریم، بهشت و جهنم داریم. نه در کشور دموکراسی، نه در کشور افراطی، نه در چین، نه در روسیه، نه در کره شمالی، هر چیز امکان نداره. همون روزا میگفت اقتصاد دستوری معنا و مفهومی نداره. مراد سپاه بود و کار اقتصادی سپاه. و ندید که دامن قدرت سپاه تو قانون اساسیه. و امروز شاد درست نهیده که استیزاد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب در خارج از حوزه قدرت ریاست جمهوره. این سازمان گزارش داده و جرائد مهمی هم در خارج اشاره بهش کرده که پرونده ساختن برای نوه حسن روحانی اسماعیل سباوی که ایشان رابط هست با بعض مطبوعات خارجی، با بعض مطبوعات امارات عربی و با امریکایی‌ها در رابطه هستن. یه امریکایی ایرانی تبار به نام جیسون رضاییان، یه پرونده دیگه هستوانه باز ایرانی امریکایی ایرانی تبار مورد یگانه تاریخی که با روزنامه نشنال در رابطه بوده با یه عکاس و تمام اینا رو سران سپاه گفتن این پرونده آماده است. در اطرافیان شما عوامل امریکایی هم دوربرتون جاسوسه، نمی بینید بلکه مست خیالات و رویاهات خودت هستید. تکرار میکنم، نظام رو این رهبر و رهبر رو این کل نظام گرفتن، این اشتباهی بود که تمام نخست‌وزیرها و رؤسای جمهور از روز اول کردن تا به امروز در نتیجه هر و هر کس به قدرت اجرایی رسیده گرفتاری بزرگی و رهبر داشته. داستان آقای موسوی و آقای رئیس جمهور اون موقع بود به بعد شد آقای خامنه ای از اینجا شروع شد. اختلاف بین آقایان رفسنجانی، اگر اختلافی اسمش به شو گذاشت، دو دید مختلف با آقای خامنه ای از زمان امام داد. حتی امام نگفت چی حق داره، گفت برید اختلافاتتون رو میتونید حل کنید. تشخیصات نادرستی در دوران خاتمی، در دوران رفسنجانی، در دوران احمدی نژاد همه گرقدیدن و البته به نام رهبر تموم شد، برای که میخواستن بگن که قدرت اوله، میخواستن بگن، نمیخواستن، نظام نمیخواد دست پنهان خودش نشون بده. همون دست روحانی امروز نمیبیندش و خیال میکنه تمام اختیارات دستونه. مظهر مملکت بیش از هر کسی دیگه رأی آورده. ما فیزیکا را در ایران انقلاب اسلامی ستون فقرات این نظام هم. امروز اینها همین امروز رد می کنن حرکت سبز موسوی و کروبی رو، دشمن هم رد می کنن حرفای آقای هاشمی رو،
رد میکنن آقای خاتمی رو، رد میکنن کل اصلاح گره رو میکنن. اصلا در نظام ولایت‌فقیه ما اصلاح گره و افراد گره نداریم، اصول گره و اصلاح گره نداریم، همون حرفی که احمدی نشان میشه. اما از اون طرف ما فکرها جز نظام هم شاید گرداننده نظام هم، ولی انگار عاقلن که رئیس جمهور ضعیف میکنه ولی حذفش نمیکنه تا موعدش تموم شد. در مورد احمدی نژاد دیدید، در مورد آقای خاتمی هم دیدید، در مورد ایشون باید دیدید. روحانی در دستور کار محافظه کارانه باید ضعیف بشه تا از موضع این تشخیص غلط دور بشه، ولی نمیدونم چه خواهد شد، ولی به هر حال مشکله. این برخوردهای بین محافظه کارا و اصلاحگران و آقایشون در باطن روحانی خیال بکنه این بازی دموکراسیست. نه، حکم نظام برخورد نهادینه شدن نظام بنیادگراست با تظاهر به انتخابات که نشانه است از دموکراسی. اینها در سطح تغییر روحانی است، میدونن که نظام ولایی چند سره، چند صداست، از هر جناح و سلیقه میتونن بیان و برن، ولی یادشون نره که در مأموریت نظام هم اگه یه شخصیتی مثل آقای ولایی 16 سال سر کار میمونه و بعد هم مشاور دائمی نظام هست به نام مشاور رهبر، برای که یکی از آدم های استثنایی است که کاملا فهمیده که رهبری با نظام دوتاست، بنابراین براحتی بدون واهمه با رهبر به گفتگو میشید. نطق اخیر ایشون به دیپلمات ها انشا ایشونه، وقتی تو وزارت آموزش پرورش میبینیم که یک طرحی تصویب شده برای که نقش روحانیون پررنگ بشه در مدار سرکار آموزش و پرورش، این نظامی که این کار میکنه، نه رهبر نه دولت، این همون محافظه کاریست که ستون فقرات نظام رو دیگه میداره تا نسل آینده توی جوانا شهید پرور داشته باشه. مخالفان آقای روحانی چند گروه هست؟ بیدارترین گروه اونایی هستن که امروز به خطر عبدالدادی فکر میکنن که چجوری بایستی با اون مقابله کرد بدون همکاری امریکا. این مهمه. گروه دیگه کسانی هستن که هوشمندن، دلواپسن، در بعد اقتصادی فکر میکنن و معتقد هستن ایران بدون تحریم و با تحریم باید فرجاش باشه. مشکله اونها این نیست که یک دور تحریم رو بردارن یا ندارن، از این نمی ترسن. مشکلشون اینه که پنجه به اضافه رو ببرن یا به همش بذارن. مایل هست، اینا مایل هست، کامل هست، از کاراشو معلومه که آقای زرگی اگر توفیق در پنجه به اضافه یک هست در ماه نوامبر، این توفیق به دست زری صورت نگیره که پیازی بشه برای آقای روحانی و آقای ضعیف. گروه دیگه مخالفین آقای روحانی کسانی هستن که از حملات لفظی ایشون آسیب روانی دیدن، مخصوصا بعض آیت الله ها که بهشون گفت بزدل، بهشون گفت مرتجع، عقب بنده، یا بهشون گفت قرون وسطایی. و چهار گروه مخالف آقای روحانی گروهک های آتش بیارن. اینا همون کسانی هستن که هم روی منابر هستن در نقاط مختلف را بکرد سری هم تو انجامنا دارن و
از آیت الله خاصی الهام میگیرن. در مجلس بحث استیجا 6 ساعت طول کشید. از 10 نفر طرفداری کردن از آقای روحانی و وزیرش، 145 نفر رای مخالف، 15 نفر رای سفید داده. معلوم نیست این 15 نفر چرا رای داده. بعدم 60 در جلوش هم پیدا کنه. حالا چه باید بکنه روحانی؟ چه میتونه بکنه؟ یکی اینی که برابر حرفایی که زده و سرپرستایی که تعیین کرده بگه نه، من راه همه ادامه میدم. شکست بخوره. یکی اینی که متوجه بشه به تشخیصش، به اشتباهی که در تشخیص داشته که رهبر و نظام دو نهاد مختلفن، تصمیم بگیره اشتباه رو آقای نوری الملکی رو در عراق نکنه و یک ترمیمی در کابینه در دولتش صورت بده. یعنی بهتایی داره که افرادی از گروه محافظه‌کار رو با خودش بیاره برای که ببونه. در سیاست یکی کس میگوید که ما مخالف زیستن، زیستن با مخالف در یک انجمن، در یک حزب، در یک دولت بهتر از اینکه نفت و پار بشه نظام به دست مخالفی. اونتا اگر این کارو بخواد بکنه در تضاد قرار میگیره با حرفای که سابق زده که من پیرو خاتمی و هاشمی هستم و در نتیجه و اصلاح گرانه. ولی زنده خودشم راه باز گذاشته که من تابع هیچ جرایی نیستم. اگه تابع هیچ جرایی نیست میرسیم به قانون بازی دموکراسی و بازی دولت، به اونی که وقتی کسی دو خست وزیر یا رئیس جمهوره، رئیس جمهوره تمام مردمه، نمیتونه بگه من با اصلاح گر هستم، ما محافظ کاری شد. اگه از این پنجره وارد بشه میتونه خودش دولت چه موقتا نجات بده. من خواستم تشخیص غلط 30 ساله نخست وزیران در واسطه جمهوری که فکر میکنن که رهبر نظام، نظام هم رهبره، باعث شده که هیچ وقت هیچ کدامشون موفق نشدن. روحانی بارها به شکست خودش اعتراف داشت، خاتمی اعتراف کرده و دیگران رو هم دو به شکل مختلفی و هر وقت هم بگرد چی شده که برای ما خواسته بره نگذاشتند. این عرض من هست در باره مسئله استیجا که خلاف اون چی که با فکر کنیم مسئله مهمیست در حیات سیاسی کسی که رئیس جمهور اعتدالی خودش فرض کنه و خودش کلیددار میدونه، کلید تمام مسائل مربوط به اقتصاد و اشتباه ایرانی رو. اگر در این زمینه آقای بهبهانی صحبتی نباشه مطلب دوپو میده باید به خدمتتون عرض کنم. بله خواهش میکنم بفهمید، گوش میدیم کاملا، سرپا گوش هستم. مطلب دوم این است که وضع خاورمیانه رو میبینید، خامه رو میدونید، مسئله البغدادی و داعش رو میدارید، مسئله عراق رو میدارید، مسئله غزه رو میدارید، مسئله موزه ترکیه و ایران و کردها و همه رو میدونید، بس عراق هم میدونید. چرا اینجوریه؟ یک مسئله ریشه‌ای وجود دارد در خاورمیانه عربی و مسلمان. خاورمیانه عربی و مسلمان یعنی کشورهای مثل عربستان سعودی، عراق، امارات و شیخ رشیدهای ساحل خلیج جنوبی، خلیج فارس، اردن،
اگر نگاه بکنید این کشورهایی که ذاتن عربی هستن، فلسطین ذاتن عربی نیست، سوریه قاطی با عرب هست ولی سهم خودش کنار کشیده، این کشورها یه مشکل اساسی دارن، اون که قدرت دفاعی ندارن. یعنی از عمان و مسقط بیاید همینطور برسید به کویت و عراق، برید به عربستان سعودی، میبینید قدرت دفاعی اینها دست کسی دیگه است، یا ندارن اصلا، یا اگر دارن اجازهش دست دیگه دیگه. در مورد اونهایی که در ساحل خلیج فارس یک تیکش امریکایی داره میکنه، یک تیکش انگلستان، یک تیکش و فرانسه، چرا اینجوری شده؟ در مورد سعودی هم که میدونید قرارداد رسمی داره با امریکا، نفت در برابر امنیت عربستان سعودی. در مورد عراق هم که میدونید که تنها کشور عربی بود که ارتش واقعی داشت و با اشغال داغون شد. خون دفاعی این سرزمین های سابقا مستعمره کشیده شده. چرا؟ غیر از عراق کشورها هستن در یک سرزمین ساختار قبیله دیدارن، یعنی یک شخص رئیس قبیله بوده، انگلستان مستعمردار گفته تو با این قبیله در سرزمین کسی همین باش دولتی کشوری، اگه اصلاحی خواستی من به تو میفروشم در قبارش نفت بگیرم، اگه امنیتت به خطر افتاد من همیشه امنیت تو رو اداره تأمین میکنم. امروز از خودتون بپرسید که وقتی یه آدمی میگوید به خلیفه اسلامی هستم در جهان عرب و مسلمان، کی باید اگه به حق ده که پیروز میشه، اگه به حق نیست کی باید جلوش بیسته؟ وقتی القاعد پیدا میشه کی باید جلوش بیسته؟ باید کشور بیسته با ارتشش، با قدرت امنیتیش، با قدرت دفاعیش. این قدرت دفاعی وجود داره، اینها فقط اجازه دارن اسلحه بخرن. در بعض امارات میبینید که بهشون میگن نه فقط از در بخرید، هیچ فلان سهام رو بخرید از شرکت های ما، یعنی صندوق پولی غربه، هر وقت احتیاج دارن از اونا میگیرن، بوم میزنن قطر رو خراب میکنن، بعد میگن که خوب قطر پول بده بازسازی کنیم. بلکه اگر امروز از بغدادی اونجا برای که عراق ارتش نداره، اگه ارتش داشت که هیچ دوبابی شهرش دست از بغدادی رو میفتد. 7 سال آقای نوریان برکی نتوانست ارتش تو واقعی رو ایجاد کنه، اما ارتش دوره صدام حسین، خب توجه داشته باشید یه رئیس دولت مثل قذافی مثل صدام حسین ممکنه بد باشد، در هر حال افکار عمومی میتونه کنارشون بذاره به طرق مختلف در سطح دنیا، ولی ساختار اداری دیوانه مملکت با سرجاش باشه، اشکال اینا از این برد، ارتش 450 هزار نفر منحل کرد، بعضی ها رو فرار داد یا نابود کرد. امروز ارتش تحقیق شده صدام در خدمت بغدادیه، بسی ها در خدمت اونه، 3 سال 4 سال کار کردن در سوریه به نام جاکرا و رسیدن به این که انفجار یک ماشین یا کشتن یا گروگان گرفتن، اینها کار نیست، رسیدن به تئوری خلافت، نه تئوری داعش ها یعنی شام و سوریه، نه خلافت. چرا خلافت؟ برای که به ذهن عرب نزدیکه، به ذهن ترکام نزدیکه،
حتی در باطن هم نگاه کنید میشه صلاح الدین ایوبی بین ذهن کردها هم آشناست. ولی منظور اون الان این نیست، منظوری که میگه که خلافت یعنی من مقابلم با حقوق بین الملل. حقوق بین الملل به رسمیت نمیشناسه برای که مرزها رو دفش میکنه. یعنی گوید مرز من جامعه اسلامی است. یک نفر مسلمان در هر جای دنیا باشه مرز من هم اونجاست، ولی اون وظیفه داره به من بپیونده. بعضی ها میگوید که در صدر اسلام حکومت همینطوری بوده، برگردیم به عرضی که قبلا کردن صدر اسلام دو حالت داره، یکی در موقعی که در مکه بودن، یکی در موقعی که در مدینه بودن. و بعدش هم که ایشون تشریف بردن ابوبکر دو سال و نیم سر کار موند، عمر آمد و گفت عثمان که گرفتاری های متعدد پیدا کرد، عمر گفت که یا جزیه یا شمشیر، اونم با کسانی که اسلام نیاورده بودن. سه بعدن هم شمشیر آوردن هم جزیه رو گرفتن. یه مثال براتون بزنم تا ببینید که فرهنگ بغدادی چقدر با خلق و خوی عرب نزدیکه. موقعی که یزیدی ها یا ایزدی ها در منطقه سنجار قرار شد که از اونجا ببرنشون به سمت کرکوک، همه را که نمتونستن ببرن، یه 20,000 نفر شروع کردن به بردن و بردادن از پل دجله، و یه عده اقوام عربی هم با اینا بودن. وسط را عرب ها میکرد که ما برای چه سر وسطرمون ترک کنید، چون تعلق خاطر به سرزمینشون بسیار زیاده مثل همه جا. گفت ما چرا فرار کنیم؟ ما میریم با آب بغدادی کنار بیان، همونطور که آب و اجدادو به همه خلیفه ها کنار اومده. برگشتن جرائد اینو بزرگ نمی کنن، نمی نویسن، ولی لابلای گزارش دقیق ترین روزنامه نگارهایی که من میشناسم در اروپا لابلای گزارش اینا آمده. این ها میگوید سلابت یه حکومت اسلامی جز ذات اسلامه. در قرن هفتم علمای تونس اولین بار نوشتن که ما ملت تعصیب و تعصبیم، سرزمین ما بیابانیست، خودمون بیابانی هستیم، قوه قهریه لازم داریم به نظام استبدادی. نشه شده است در همه زبان هم ترجمه شده. اساس فرهنگ عرب فرهنگ اسلامی است. فرهنگ اسلامی همون فرهنگ بیابانی است. آلی صحرا با قدرت رزمی زیاد که امروز اون قدرت ازشون سد کردن با پول نفت، خمارشون کردن نشوندنشون به دست رؤسای ایل، ولی بعد از این میگه شما دستشون دست. تاریخ اعراب مسلمان رو نگاه کنه میرسید یه پدیده هست که خشونت چه عمر درازی داره در خاورمیانه اسلامی. امروز در کشورهایی مثل عمرای مثل قطر مثل بحر خجاج اینا مردمی هستن که 40-50 سال اونجا هستن و هیچ وقت نمیدارن تبعه بشن برای که اکثریت داشته باشن، خودشون تو راه دادن، خودشون یعنی قبیلشون و زاد بلدشون. بنابراین بین اون چیزی که بغدادی میگه و اون چیزی که عرب ماموریت میکنه در فرهنگ سنتیش، در سنت در فرهنگ وهابیگری سلفیگری جهاد گردی تا بلوغ عادی شونه، به اضافه این که قدرت باجگیریشون به زمان عمر نیست،
از اول قمر وقتی ویران رو میکردن وقتی میرسیدن به کاخ مدائن عقلشون نمیرسید که یه قالیه تیکه تیکش میکردن هر کسی یه قالیه جواهر نشان برمیداشت. امروز میدونه دست اصلا جزیه نمیخواد، دست روی بانک میذاره. امروز بغدادی مردم خیال میکنه فقط در موسیل کار میکنه، نه در لیوی کار میکنه، در پاکستان کار میکنه، هفته های بسی در پاکستان رسد برای که دست بزن رو بمب اتمی. بنابراین عمر دراز خشونت در خاورمیانه باعث ظهور خشونت بیشتر شده. ولی چرا قدرت دفاعی در مقابل خشونت وجود داره؟ برای که استعمار و بعدش هم امریکا یا اشغال کرده یا قدرت دفاعی را از ایران سلب کرده با انحلال ارتش یا با نداشتن ارتش. ارتش عبارت رو زیده که یکی جوه سر یه چار رای ماشینا را هدایت کنه، راهی واجه را دیگه چار تا شریف و چار تا پولیسی میارن و خیال میکنن که اینا قدرت دفاعی ندارن. به یادتون نره که وقتی که کمونیست ها در امان بودن در زوار شاه ارتش ایران رفوج جنگید. امروز امریکا به ترایی نمیتونه، خوب توجه که امریکا به ترایی نمیتواند رو بروشه با موزلات خاورمیانه. خاورمیانه بانگا چیز عربی سرسخت مثل بغدادی، برای که سابقه اشغال داره و که خوشناب نیست در این منطقه. بنابراین دنبال این هم که جفه درست کنن از تمام کشورهای بزرگ که نفعی در خاورمیانه دارن و بگن این جفه بره به مقابله چیست. چرا خود اعراب به مقابله نمیرن؟ چرا باید این سرزمین همیشه قیم داشته باشه؟ مگه این سرزمین نبود که خلافت داشت، امپراتوری داشت؟ برای چی حالا که درآمدشون بیشتره، رفاه میتونه بیشتر باشه، عدالت میتونه بیشتر باشه، چرا قوه دفاعی نداشته باشه؟ بانک داشته باشه، پول داشته باشه، انواع بود جواهرات داشته باشه، همه چی داشته باشه، وام بده، قرض بده، هدیه بده به غرب، از سعی بخره برای قشون نداشته باشه. برای که قدرت های بزرگ جهانی نمیخوان این منطقه قادر به دفاع از خودش باشه، میخوان دفاع دست خودش باشه. این یک مصیبت تاریخی بزرگیست در خاورمیانه و خاور نزدیک. امروز خوب که نگاه بکنید، امروز یک کشوری مثل ایران، مثل مصر، مثل ترکیه قدرت دفاعی داره، برای دیگران چی؟ اون قلب جامعه عرب اسلامی خون دفاعیش مچیده شد، شما احتیاج ندارید. و عجیبه که یه مملکت و یه چای نفت و یه امیر و رئیس قبیله به عنوان یک کشور در سازمان ملل پذیرفته میشه و رأی میده، یه قطر یه رأی میده، ایران و ترکیه هم یه رأی میدن. اینا مشکل خاورمیانه است. بن لادن ابتدا هدفش این بود که به با کفار کمونیست شوروی به جنگه، ولی به زودی بعد از اون هدفش علنی کرد، گفت آل سعود دست شده خارجی هم. از اون موقع تروریست شد و بعد محاسبات غربی مخصوصا در امریکا خیال کرده که اگر اون رو نابود کنن القاعده میخوابه، تموم میشه. نه، القاعده به میزازه رفت، زواهری هست، زرقاوی هست، پیش از اون بوده، بغدادی هم هست که از شاگردان همین مکتبه. بغدادی رو بزنید یک کسی دیگه میاد، چون یه تضادی تو این سرزمین هست. چرا من
قادر به مبارزه با بد در سرزمین خودم نباشم. چرا یک سری سرزمین داشته باشه و همه چیز داشته باشن و حل قدرت دفاعی و ببینیم که سود این به کی به کی میره. آقای جورج واکر بوش هم غالبا میپرسه چرا ما منفوریم تو دنیا؟ روشنه، شما جامعه عربی از زمان لورس عربی چی میگفت به اعراب؟ لورس میگفت شما همه چی دارید، چرا خفت عثمانی ها رو قبول میکنید؟ چرا خودتون این کشور نمیشید؟ البته بعد اون رو خیال پر و جاستر دروت بریتانیا اون رفت، جاستارش طولانیه، ولی امروز وقتی نگاه میکنیم به قضیه که مثلا باید به مسائل ریشه خاورمیانه عربی توجه کرد، آقای جونی ویلر هم حرفی میزنه که آقای جورج واکر بوش میزد به اول میکرد. نه، قذافی برداشتنش منطقی نبوده این شکل که لشتر کشی کنن و امنکت رو بوران کنن و الان قبایل مدهی همین نظامن. یه شخص بود قذافی، یه شخص بود سلطان چیز سلطان حسین، میشد یک شخص هزار راه داشت برای یا قانع کردن یا مذاکره باهاش یا برها رو فلج کردنش راه داشت. نه، این کار رو نکردن. در سرزمین فلسطین نگاه کنید به تورات، 2000 و خورده سال پیش، تمام این سرزمینی که اسمش امروز اسرائیل هست و غزه هست و فلسطین، تمامش اسمش فلسطینه. اقوام و قبایل مختلفی با برداشت‌های مختلفی، با آرمان‌ها، باورهای مذهبی مختلف اونجا بودن. انگلیس‌ها اورشلیم رو در اورشلیم حکومت کردن بعد جنگ اول. ولی مخالفی اونه که تو سرزمین موندن در دفاع ادهی از مهاجرین رفته برگشتن. در این دوره که انگلیس ها اونجا بودن، فلسطینی ها ادعای سرزمین میکردن، یهودی ها هم کم و بیش دوست داشتن برگردن به سرزمین آب و اجدادی. هنوز ادعای دولت در کار نبود. مرحوم سید زیایدی طباطبایی به خود من در سعادت آباد تو خورش گفت و من وقتی از کودتا کنار کشیدم رفتم در فلسطین، اعراب از ترس زمین هاشون رو به یهودی ها می فروختن. ببخشید بگم اعراب، فلسطینی ها. من زمین ارزون از فلسطینی ها می خریدم، گرون به یهودی ها می فروختن. اینطور زندگی کردن. بنابراین امروز شما نگاه میکنید در یه سرزمین مجاور زند شرقه دریایی به دیترانه، نفت داره، همه چی داره. لبنان در شو ناراحتیست، سوریه که رو میدونید، اسرائیل هست، قادر متعال، حق داره کشور داشته باشه، فلسطینی حق نداره کشور داشته باشه. بنابراین اگه کسی بخواد مثلا غزه یا مثلا چیز رو حل کنه، این دوستی دشمنی اسرائیل و فلسطینی ها رو باید اول داره دوباره کشور فلسطین. وقتی کشور به وجود آمد، این کشور ملزم به حرمت حقوق بین الملله. دو نیروی قانونی مساوی رو هم با هم مذاکره میکنه. این آتش بس ها دروغه چیست؟ میخوان این آتش خاموش نشه، سود داره براشون. ایران هم استفاده میکنه برای از اندامش لازه بود. بنابراین دولت ایران برمیگره به دولت ایران، سیاستش چیه؟ سیاستش میگه شما تحت تأثیر دیکته های خارجی هستید، اونا به این شیعیون میگوین که شما در مذهب بدعت گذاشتید.
اون میگه من دولتم، تو هم دولت، باش ما با تو حرف میزنم. اولش هم میخواد فقط این بگه من که همون پرچمدار یا پردهدار خانه کعبه بودم اون بمونم، ولی قدرت دفاعی نداره. وقتی بنا شد نفوذ ایران در بحرین جلوش گرفته بشه، امریکا با وفات امریکا ارتش عربستان سعودی رفت بحرین گرفت، اشغال کرد، سه سال در اشغاله. ولی وقتی موسر رو میگیرن هیچ کس نیست بره بگه ای شما اینجا چیکار میکنید، کی هستید، طبق کدام حق آدمان یا میکشید یا اعلام خلافت میکنید. از اینجور سوال ها زیاد میشه کرد. مرازی میکنید خواستم عرض کنم که خاورمیانه مسائل ریشه‌ای داره. مسئولیت غرب مسلمه، مسئولیت سران قبایلی که مانع این از که سرزمینشون کشور بشه مسلمه. اونهایی که مانعن که این کشورها از بیدفاعی یا بیرون مسئولن و فریب میدن که امروز به بهانه یک کسی که کشتن، فردا به بهانه یک آدم دیگه که گروگان گرفتن، اینا همه سر جاشه. ولی اینا رو کاره پیچیدگی کاره چی؟ طور شده که امریکا میگه به واسط رحمت به ایران باش میشه مذاکره کرد، ولی ایران خوبه شده، ولی اسرائیل ناراضی از امریکا. برای همین که شما با دشمن من دارید معامله میکنید، مذاکره میکنید، عربستان رو همین اینه که خودشون رو در بست گذاشتن. عرضم تمام شد، اگر سوالی باشه در خدمت شما آقای بهبودی. ممنونم از شما. عرضم بوجود شما که هر دکتر ودی با توجه به این مطالبی که شما فرمودین، من یه نقطه نظر دارم و اونه که میگویم که تمام این فتنه و فسادی که امروز در اون منطقه وجود داره در حقیقت آتشیست که از درون این خمینی و انقلاب ایران بروز و ظهور کرد. یعنی ما تا قبل از این در حقیقت اینچنین فاجعه رو نمیدیدیم، یعنی هم چیزی وجود نداشت، القاعده ای نبود، نمیدونم جنگ شیعه سنی نبود، اصلا اینا مطرح نبود. و من فکر می کنم که مسبب بفهمید ادامه بدین شما گوش بدید. ریشه بنیادگرایی با اخوان المسلمین شروع شد در 83 پیش. آقای خمینی و آقای خامنه ای و تمام رهبران انقلاب ایران برخوردار از تعلیمات سید قطب که کتابش آقای خامنه ای ترجمه کرده در رهبران اولیه اخوان المسلمین هست، پایگاه هایی که در اختیارشون گذاشتن در موقع برای کارآموزی جوان ها، داستانش حتی همین الان تو جرائد و مجلات ایران نوشته میشه. منتها این وقتی که مصری ها این رو به پا کردن در مقابل استعمار این کار کردن، برای که قدرت حزبی نداشتن، قدرت مذهبی فرهنگشون بود، فرهنگ سیاسیشون بود. به وقتی که این کار کردن عربستان سعودی و حاویز رو علم کرد در مقابلش دو سال بعد، دو سال نیم بعد. ناصر وقتی که آمد سر کار به بهانه، یعنی با هدف برانداختن استعمار، اخوان المسلمین باش همکاری کردن. بعد که اخوان المسلمین ادعاهای بنیادگری و شرعی کردن، ناصر باشو در افتاد. ولی تا زمان مبارک اینها هم مبارزه میکردن، هم گاهی وقتا تو دولت توی مجلس بودن. ایران متأثر هست از امواج حرکات اسلامی که از مصر شروع شد و آمد به این طرف و با مسئله فلسطین بسیار اوج گرفت. عرفات رسوان تو حرفاش هست میگه که من از
برادران اسلامی نمیخوام که بیان به جای من بجنگن. یعنی منظورش اینه که من عرب نیستم، من فلسطینیم. من میخوام که دور من رو دفاع منطقی کنید از حق قانونی من که باید کشور باشم. برای همین عربا توانست بالاخره به یه حکومت خود مختار برسه. برای همینی که آقای خمینی با عرفات اختلاف پیدا کرد، برای همینی که کنفرانس اسلو با عرفات حق داد. خمینی و حرکت به ولایت فقیه دو ریشه داره. یه ریشش در زبان قاجاره، کاشف القطاع با کتابش. یک ریشه دیگه در حرکات اسلامی به نام اخوان المسلمین و شعب و شاخه‌هاش در همه جا بوده. حماس بازوی نظامی اخوان المسلمینه. برای همینه که نتانیاهو نمیتونه باش کنار بیاد، میگه تو اخوانی هستی. السیسی رو واسطه کرده که با اینا میگه آقا من نمیتوانم با این آرمان شما آشتی کنم. السیسی با اخوانی ها مخالف خودتون میدهید، مرسی رو گرفت خورنشین کرد یا زندان کرد. السیسی امروز با قضه میگه حرف گوش کن، لجبازی نکن، من به تو راه دادم که رفت آمد کنی. تو توی دالون های سی و چندین گانهی که درست کردی در اون فتنه انگیزی کردی. اجازه میکنید 32 دالان و تونل رو خراب کردن اسرائیل و مصر متفقا در این جریان اخیر. بنابراین مسئله آقای خمینی مسئله دو ریشه‌ای، یکی از دوره قاجار شروع شد، یکی تحت تأثیر امواج اخوان المسلمینی قرار گرفتن و این به اضافه دخالت امریکا، آمدن هایزر و چیزی باعث شد که به کل ایران گیشه ایران دیگری شد. با ضعفهایی که داشت، با قوتهایی که داشت، هیچ کدوم نترست مقابله بکنه. در نتیجه اینطوری نیست که با خمینی شروع شد. چرا بعضی ها میگن با خمینی شروع شد؟ علتش اینه که در طول تاریخ 50-60 ساله قبل از انقلاب ما ایرانی ها اساسا با اعراب خوب بیشتیم. ما یک عقده تاریخی داریم. چرا با مغولا نداریم؟ چرا با ترکا نداریم؟ برای که اونها ما را پذیرفتن، زبان ما عوض نکردن. مغولا دین ما را عوض نکردن، اعراب دین و زبان ما را تغییر دادن. اینه که یک دوگانگی پیدا شد در همون دو قرن اول خورد فرو رفتی یا ایران به علت اشتباهات طبقاتی طبقه روحانیت زردشتی های زبان ساسانی که ایران شکست خورد از عرب در قادسیه، یک دوگانگی پیدا شد. این دوگانگی رفت به خشونت اسلامی تا اون قسمت به اصطلاح چیز خسروانی، اون خاطرات فرهنگ خسروانی از بین بره، تبدیل شد یه خشونت دوم، خشونت عربی به اضافه خشونت اسلامی به اضافه خشونت ایرانی به وسیله ایلات. نتیجه این شد که روشنفکران ما فهمیدن، رفتن به سمت عرفان آفی، رفتن به سمت اسلام آفی، یعنی عرف کننده، و شد ادبیات 8 قرن ایران که ایران رو نجات داد از لحاظ فرهنگی، که خدا رو دوست داری ولی خدا عشقه، و رفتن توی اون ادبیاتی که میدونید، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. و تمام ادبیات ما تاریخ سیاسی است. اگه خوب نگاه بکنید ادبیاتی از زمان فردوسی بگیرید تا دوره قاجار. قاجار وقتی برسیم مدرنیته تجدد شروع بشه، اتیکایی، ادبیات ما رنگ و بوی حرفهای ناشی از انقلاب کبیر فرانسه میگیره، یا قانون اساسی رنگ و بوی
قانون اساسی بلژیکی میگیره، چون اونم متأثر از چیزه و فرار واشنگتن خیال میکرده که چیزی با قانون اساسی همه چی عوض بشه، در حالی که قانون اساسی رو نبردن توی مردم. در حوزه زرافت تو تهرون میذاره سر قانون اساسی چه باری پای فهم پنجه و تحلیل قانون اساسی به دست عوامل حزبی به درون ایران نرفت. منابر بوند از ورقی و اصلی چیز بوند. برحال خواستم ارز کنم که انقلاب ایران ربطی به قاعده نداره، برعکس القاعده منشعب است از وهابیزم، وهابیزم رقیب است برای اخوان المسلمین و هر دو حرکات بنیادگرا هستند که الهام دادن به 700 گروه تروریست برابر آمار سازمان ملل. امیدوارم توضیح کافی باشه، اگر برمی گردیم بهش دفت روستی که. بسیار ممنون، متشکرم از شما، خستتون کردیم. لطفالی خیلی ممنون و از تحملتون متشکرم. تا فرصتی دیگه سپاس بذاریم. گفته بود با آقای دکتر ودی، امیدوارم که این گفتگوها کمکی کرده باشه. درنگی کوتاهی میکنیم و برمی گردیم در خدمت شما خوبان و نازنینان خواهیم بود. سپاس بذاریم.